میگفتن حیف مجروحی و الا میدونستیم باید چیکار کنیم، میذاریمت میکشیم. تا صبح که من تو بیمارستان ناجا بودم میمدن هی هر کدومشون به من فوش میدادن و بعد و بیرا به خانوادم به ناموس میدادن. همون شب به من گفتم برات پرونده میسازیم که حالا حالا بیم آب خنک بخوریم. بی بی سی فارسی به اطلاعاتی درباره زندانیان اعتراض‌های آبان دست پیدا کرده. در برنامه امشب به شما خواهیم گفت که در زندان تهران بزرگ چه می‌گذرد و برای این معترضان چه احکامی صادر شده. در ادامه برنامه امشب، همزمان با تلاش تازه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، قطر می‌گوید نامه اخیر دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس در این راستا بازتاب موضع این کشور نیست. هشدار تئوریسین اصلاح طلبان ایران درباره خطر انسداد سیاسی. سعید حجاریان میگوید اصلاحات ساختاری لازم است. نه اصلاحات نه انقلاب به چه معناست و راه سوم کدام است؟ این موضوع بحث برنامه امشب با دو مهمان برنامه است. نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا سناتور کامالا هریس تاریخ ساز شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. جمعه 24 آبان پارسال در پی تصمیم ناگهانی دولت ایران برای سه برابر کردن قیمت بنزین، موج اعتراض بسیاری از شهرها را در بر گرفت. معترضان اغلب جوان، خشمگین، خسته و مستعصل به خیابان ها ریختند، خسته از امروز و ناامید از فردایشان. اعتراضات با سرکوب خشن روبرو شد. صدها کشته به جا گذاشت و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد. در همان روزها هزاران نفر هم در سراسر ایران بازداشت شدند. سرنوشت بسیاری از بازداشت شده‌های اعتراضات آبان هنوز مبهم است. اما اخیراً فهرستی به دست بی بی سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد تنها در زندان تهران بزرگ یا فشافویه بیش از 70 نفر که اغلب متولد دهه 70 هستند به حبس طولانی مدت محکوم شدند. مریم افشان گزارش می‌دهد. فیلمی از هواخوری در زندان فشافویه یا تهران بزرگ، جایی که این روزها معترضان بازداشت شده آبان اجازه دارند در آن هواخوری کنند. در روزهای اعتراضات آبان ماه و حتی بعد از آن صدها نفر از معترضان به این زندان منتقل شدند. زندانی که همان زمان هم گفته میشد بیش از گنجایشش زندانی دارد. حالا فهرستی به دست ما رسیده که نشان میدهد بیش از 70 نفر از معترضان آبان در این زندان هستند و احکامشان قطعی شده. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شناخته شده ترین اسمهای این فهرست هستند. سه جوانی که به اعدام محکوم شدند. در سکوت قوه قضاییه و عدم اطلاع رسانی شفاف درباره اخبار مربوط به دادرسی و تشکیل دادگاه‌ها، فهرستی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد احکام زندان برای معترضان آبان صادر شده. این احکام قابل اجرا از 1 سال تا 9 سال است. بعضی از معترضان به شلاق هم محکوم شدند، از 50 تا 74 ضربه. چند نفر هم حکم تبعید گرفتند. اما به چه اتهامی؟ توهین به ماموران و تمرد از آنها حین انجام وظیفه. اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، تخریب اموال دولتی، آتش زدن زباله و اخلال در نظم. میانگین سنی معترضان در زندان فشافویه 27 سال است. معترضان جوانی که با احکام سنگینی مواجهند. پس از حوادث آبان ماه 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراضات و عزل و تعقیب مسئولان خاطی شدند. آنها همچنان خواهان رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان و پاسخگو بودن مراجع قضایی به خانواده‌های نگران شدند. بسیاری از فعالان سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری خواهان شفافیت و روشن شدن وضعیت زندانیان و حتی آزادی آنان هستند. خبرهای جسته‌گریخته‌ای هم که از زندان‌های ایران می‌رسد، حکایت از فشارهای شدید و شکنجه معترضان آبان و همینطور تهدید خانواده‌ها دارد. 9 ماه از حوادث آبان می‌گذرد. هنوز نه آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان منتشر شده و نه دادگاهی علنی برگزار شده و نه حتی خبری از چگونگی روند دادرسی در دست است.
فهرست رسیده به دست بی بی سی نشان می‌دهد که در سکوت خبری بسیاری از معترضان محکومیتشان قطعی شده و بی سر و صدا در حال گذراندن حکم خود هستند. مریم افشنگ، بی بی سی. یکی از معترضان آبان که حالا در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه است، در فایلی صوتی که به دست ما رسیده از نحوه دستگیریش گفته. موضوع ما بحث اختشاش اینا نبود. من در یک کاری اومدادم بیرون، دنبال پسرم بودم که اونم از مترو ورش دارم چون میدونستم اون روزا شلوغ میشه. بعد از خیابون که داشتم رد میشدم تو محلمون، این ماموران یگان ویژه داشتم مردم به سمت مردم حمله ور شده بودم. اونم خب خیلی راحت و ریلکس داشتم از خیابون رد میشدم که برم اون بر برم ایستگاه مترو که یکی از اون سران سپاهی بود که گفتش بگیرید و ببندید اینا. منم داشتم رد می شدم، گفتم که اینم بگیرید. گفتم برای چی؟ چه کار کردیم اینا؟ بعد با لفظ بجی خفش و فلان و از این حرف ها بعد بیرا گفتم. بعد بطرون ورداشتن دیگه، من ناچار شدم که از خودم دفاع کنم. یه میله وسط خیابون افتاده بود که با هم درگیر باشیم که به قول معروف نخورد، ولی به سر مأمور، ولی با توم اون خود به میله آهن من. بعد گفتم که مأمورای یگان ویژه حدود فکر کنم 40 نفر بودن که وسط خیابون بودن، گفتن ای خالی رو میخواد بزن. اون موقع مثل اینکه تیر زده بودن از فاصله 30 سانتی من، یه کلت 38 کالیبر 38 زدن به من که من متوجه نشدم. پام تیر خورده، پای سمت چپم تیر خورده بود. بعد با یه آهن تالیبر بود میزدن پشت کمرم، با بوتوم انقدر زدن سر من که سر من بعدا تو بیمارستان من متوجه شدم شکافی خیلی عمیق که هفت بخیه خورد. بعد منو بردن به امبولانس بیمارستان خود ناجا نیروی انتظامی. اول فکر میکردم من جزی از کادرشونم و اینا، چون لباسم یه طوری بود، لباس شخصی بود، فکر میکردم کادری خوشم. بعد که متوجه میشدم من متهمم، فوش بعد بیرا میدادن، میگفتن حیف مجروحی و الا میدونستیم با چیکار کنیم، میبریمت میکشیم. تا صبح که من تو بیمارستان ناجا بودم همین فوش و این چیزا بود، میمدن هی هر کدومشون به من فوش میدادن و بعد بیرا به خانوادم به ناموس میدادن. بعد همون شب به من گفتم برات پرونده میسازیم که حالا حالا بیم آخونک بخوری. بعد به من 5 سال حکم دادم، الان هم تو زندان هستم. مریم افشنگ همکارم در استودیو با ماست. مریم، در گزارشت اشاره کردی به فهرست بیش از 70 بازداشتی در زندان تهران بزرگ. چطور تونستی راستی آزمایی کنی در ابتدا مطمئن بشی که این فهرست قابل اعتمادی؟ این فهرستی که دست ما رسید 77 نفر بودن که در واقع محکومیتشون قطعی شده بود و حکم‌هایی که قابل اجرا بود و در حال گذراندنش بودن. یک نفر از این 77 نفر دوران محکومیتش تمام شده و چند شب پیش آزاد میشه، یک نفر الان تبعید شده و 4 نفر دیگه در مرخصی هستن. واقعیتش اینه که اگر ما امکان این رو داشتیم که مثلا این لیست رو برای قوه قضاییه بفرستیم و از مسئولان بخوایم که کمک کنن و به ما بگن که آیا این لیست درسته یا نه، خیلی راحت بود. ولی عملا در روند اتفاقاتی که بعد از آبان ماه افتاد نشون میده که حتی مسئولانی از داخل جمهوری اسلامی، از جمله نمایندگان مجلسی که اعتراض کردند و خواستار شفافیت شدند و خواهان این بودند که وضعیت بازداشت شده ها معلوم بشه، به جوابی نرسیدن. الان ما با احکامی مواجه هستیم که هنوز نمیدونیم که کی چه زمانی دادگاه ها برگزار شده و این احکام قطعی شده. تلاشی که ما کردیم این بود که با سازمان‌های حقوق بشر، با جاهایی که دارن روی اسامی بازداشت شدگان، با وکلای حقوق بشری هستن تماس بگیریم و بتونیم این لیست رو در واقع ببینیم که چقدر صحت و سقمش چطوریه. قاعدتا کار راحتی نبود، به این دلیل که میگم سیستم اصلا سیستم شفافی نیست و اطلاع رسانی ایرم نکرده، حتی برای خبرنگارانی که داخل ایران هستن. خب این فهرست وقتی که بهش نگاه میکنی به چه جمع‌بندی میرسی؟ آیا به ارزیابی مشخصی رسیدی؟ چیزی که مشخصه اینه که
اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، خب چیزایی که من خودم هم توی گزارش گفتم، اینا اکثرا جوان هستن، مال دهه 70 هستن و احکامی براشون صادر شده که خب مشخص نیست. ولی واقعیت اینه که ما یه ذره برگردیم عقب، مثلا سازمان عفو بین الملل بارها گفته که اینا تحت شکنجه های شدید و فشارهای زیادی بودن، بیانیه هایی داده گفته که خیلی از اینها حتی زیر سن قانونی هستن و تحت فشار بودن که اعتراف کنن، بهشون قول داده شده اگر اعتراف بکنن جلوی دوربین یا کتبن بهشون آزادی میدن یا امکان این رو میدن که حداقل زخمایی که دارن یا اگر گلوله های خوردن اونها رو، مثلا گلوله های ساچمه خوردن اونها رو برای مداوا به بیمارستان بفرستن. تحت یک چنین شرایطی بودن، خانواده ها به شدت تحت فشار و تهدید بودن که به هیچ عنوان اطلاع رسانی نکنن. از طرفی بازداشت شده ها تحت فشار بودن و تهدید میشدن که اگر اطلاع رسانی بکنن یا اگر همکاری در واقع نکنن خانواده هاشون بازداشت میشن و مورد شکنجه قرار میگیرن. ارزیابی اینه که در یک چنین شرایطی ممکنه دوباره در مثلا چند وقت آینده یک داستانی مثل همین سه نفری که الان محکوم به اعدام شدن و بعد اومدن گفتن ما تحت فشار بودیم و مجبور به اعتراف شدیم به کارهایی که نکردیم، ممکنه دوباره یک چنین اتفاقی بیفته. به اضافه اینکه چیزی که ما داریم، اطلاعاتی که ما الان داریم، فقط در مورد یک زندان، اونم در تهران، در تهران بزرگه. همین خواستم پرسم، به هر حال اعتراضات بسیار گسترده بود، در بسیاری از شهرستان‌ها تجمعات اعتراضی برگزار شد و میدونیم که به تعداد زیادی بازداشت شدن. آیا اصلا اطلاعی داریم که در شهرهای دیگه، شهرستانها وضعیت چطوره؟ ببین، همونطوری که گفتم به دلیل تهدیدهای زیاد، فشارها و شکنجه ها تقریبا خانواده ها میترسن اطلاع رسانی کنن. اکثر موارد وکیل نداشتن یا اگر وکیلی تونستن خانواده ها پیدا کنن، وکلا دست به پرونده نداشتن و سیستم دادرسی بسیار، حالا اگر نخواهیم بگیم مخدوش بوده، غیر عادلانه برگزار شده. بنابراین خیلی اطلاعات زیادی نداریم، ولی میدونیم زندانهای اهواز، شیبان و سپیدار وضعیت خوبی نداره. زندانیان بسیار زیادی اونجا هستن در شرایط بسیار بد. معترضان کرد به زندانهای سنندج و ارومیه رفتن، تعدادشون بسیار زیاده و تحت فشارن در شرایطی که کرونا هست. اینا وسایل بهداشتی ندارن، ماسک ندارن، بعضی از اینا حتی احکامشون ممکنه یک سومش تموم شده باشه و اجازه مرخصی بهشون ندادن یا احتمال این اجازه این که از زندان برن بیرون حتی با وثیقه رو ندادن. آب آشامیدنی در یه سری از این زندان ها نیست و در واقع زندانی ها با مشکلات زیادی مواجه هستن. چیزی که ما اینجا میتونیم بگیم اینه که ما همیشه بی بی سی تلاش کرده که صدای کسانی باشه که صدا ندارن، به ویژه خب بازداشت شدگان آبان ما، و ما میتونیم بگیم که هر اگر خانواده یا اگر کسانی که در بازداشت بودن و الان آزاد هستن و میخوان از وضعیتشون یا شرایطشون بگن، راههای تماس ما همیشه به روشون بازه. متشکرم مریم افشنگ، همکارم در استودیو. آمریکا پیشنویس قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران را به شکل قابل توجهی تغییر داده. متن جدید اگرچه بسیار ملایم‌تر توصیف شده، اما همچنان خواستار ادامه تحریم تسلیحاتی ایران است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که بعد از توافق هسته‌ای یا برجام صادر شد، تحریم تسلیحاتی ایران حدود دو ماه دیگر تمام می‌شود. اما آمریکا می‌گوید که پایان آن امنیت جهان را به خطر می‌اندازد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. شورای امنیت این روزها چنین وضعی دارد. کرونا دیپلمات‌های جهان را به درون اتاق‌هایشان فرستاده، اما جدال این دیپلمات‌ها با هم همچون گذشته و با همان شدت ادامه دارد. و این روزها این دو نفر شمشیر را از رو بستند برای یک زورآزمایی سیاست بین الملل که می‌تواند به یکی از نقاط مهم کارنامه حرفه‌ایشان تبدیل شود. برای محمد جواد ظریف پایان تحریم تسلیحاتی ایران یک پیروزی بزرگ است که او در رسیدن به آن نقش کلیدی داشته، و برای مایک پومپئو پایان تحریم یک شکست قابل توجه است که هم برای او و هم رئیسش در کاخ سفید هزینه تبلیغاتی قابل توجهی در ماه‌های باقی مانده تا انتخابات آمریکا خواهد داشت. حالا در میانه جدال، دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گویند که واشنگتن استراتژیش را تغییر داده و به جای قطعنامه سختگیرانه و مفصل قبلی، یک متن ساده 4 پاراگرافی روی میز گذاشته تا در شورای امنیت به رأی گذاشته شود.
در این متن جدید به جای اتهامات بیشمار درباره نقش ایران در تنش‌های نظامی و درگیری‌های خاورمیانه و مقررات جدید برای حمل و نقل هر باری که مقصد یا مبدأش ایران است، تنها تمدید تحریم‌های تسلیحاتی وجود دارد. تحریمی که اگر آمریکا موفق نشود به نوعی آن را حفظ کند، از روز 18 اکتبر یا 27 مهر ماه به پایان خواهد رسید. اما شاید این قطعنامه ملایم‌تر هم در شورای امنیت تصویب نشود. این احتمال مطرح است که اروپایی‌ها در جلسه رأی‌گیری شرکت نکنند و حتی اگر قطعنامه آرای کافی داشته باشد، انتظار می‌رود که چین و روسیه آن را وتو کنند. برای ایران و البته دولت حسن روحانی بسیاری از امتیازاتی که قرار بود از راه پذیرش برجام به دست بیایند با خروج آمریکا از این توافق از دست رفته و حالا اگر تحریم تسلیحاتی هم لغو شود، عملا یکی دیگر از مهمترین دلایل انگیزه بخش سران جمهوری اسلامی برای ماندن در برجام از بین خواهد رفت. اگر چنین قطعنامه‌ای در سازمان ملل تصویب بشه علیه بخشی از 2231، به معنای آن است که نقض فاحش برجام انجام گرفته. دیگه عواقبش به عهده بانیان این کار است. این میان اعتبار حمایت اخیر شورای همکاری خلیج فارس از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هم با پرسش‌هایی روبرو شده. مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم، به شبکه الجزیره گفته که بیانیه اخیر توسط دبیر کل شورای همکاری صادر شده و نتیجه همفکری وزرای خارجه کشورهای عضو نبوده. او همچنین تاکید کرده که کشورش از تحریم ایران حمایت نمی کند و معتقد است تحریم راه حل مناقشه نیست. وزیر خارجه ایران هم به سرعت در توییتر به این موضوع واکنش نشان داد. محمد جواد ظریف نوشت که اکثر کشورهای منطقه حتی درون شورای همکاری خلیج فارس از تحریم تسلیحاتی ایران حمایت نمی کنند. غیر قانونی هست. در این حال آقای ظریف و تیم دیپلماسی ایران فراتر از قطعنامه اخیر که احتمالاً تا روز جمعه به رأی گذاشته می شود با مشکل بزرگتری روبروست. می دونن که این قطعنامه شون رأی نمیاره و لذا ادعا کردن که از بعد از اینکه قطعنامه شون شکست خواهد خورد از روش اسنپ‌بک استفاده میکنن. خب روش اسنپ‌بک کاملا مشخصه. از نظر حقوقی آمریکا هیچ جایگاهی برای اسنپ‌بک نداره. اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه بخشی از برجام است که آمریکا از آن خارج شده، اما قطعنامه 2231 شورای امنیت به آن رسمیت بخشیده. و آمریکا میگوید به عنوان عضو دائمی شورای امنیت همچنان میتواند بر اساس چارچوب قطعنامه مکانیزم پیش بینی شده در برجام را فعال کند، استدلالی که با مخالفت متحدان و رقبای آمریکا همراه شده و اگر رخ بدهد به یک بحران سیاست بین الملل در ابعادی کم سابقه شبیه خواهد بود. کیوان حسینی، بی بی سی. یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب در ایران درباره انسداد سیاسی هشدار داده و تأکید کرده که باید هرچه زودتر اصلاحات ساختاری کرد. سعید حجاریان می‌گوید کشور در بن‌بستی گیر کرده. جمهوری اسلامی با این بن‌بست چه خواهد کرد؟ آیا اصلاً نظر اصلاح‌طلبان برای حکومت مهم است؟ در آن طرف داستان آیا معترضان و مخالفان حکومت اصلاً به راهکارها و پیشنهادهای اصلاح‌طلبان گوش می‌دهند؟ در این مورد گفتگو خواهیم داشت. اول گزارشی ببینیم از مهرزاد کهن‌روز. ایران امروز در شرایط بسیار سختی قرار دارد. حالا دیگر مغز متفکر اصلاح‌طلبان هم می‌گوید کشور به انسداد سیاسی رسیده. بن‌بست. در نگاه سعید عجاریان نه شرایط انقلاب است و نه اصلاحات. چه باید کرد؟ در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. انسداد سیاسی مد نظر سعید حجاریان در همین گفته ی آیت الله خامنه‌ای پیداست. بن‌بست در سیاست خارجی و نتیجه آن فشار خارجی و تلاش برای تغییر رژیم. خب و دنباله آن انسداد در داخل، اعتراضات مرگبار در دی 96 و آبان 98،
گروه ها و دستجات اعتراضی و اعتصابی گاه و بیگاه در جای جای کشور. کلید واژه در اینجا زوال اجتماعی است، مسیری در راه تعلیق، فرسایش، خستگی. خستگی که به نظر تئوریسین اصلاح طلبان جلوی خروج مردم از خانه را هم گرفته، چه برسد به خروج از حاکمیت. او از کلمه براندازی استفاده نکرد. سید حجاریان، چهره برجسته اصلاح طلبان که خط قرمزشان حفظ نظام جمهوری اسلامی است، اصلاحات ساختاری را پیشنهاد می کند، اما گفتمان اصلاحات به نظر در این آشفته بازار لزوماً چاره کار نیست. فرسایشی که آقای حجاریان از آن صحبت می کند حالا به بدنه طبقه متوسط و رو به پایین جامعه هم زده. سرقت اولیه معمولاً در برابر دریافت سهم کمتری در بخشی از جرم که تخصص زیادی نیاز نداره با سابقه دارها همدستی میکنن. در پایتخت ایران امروز بیش از 50% دستگیر شدگان برای بار اول مرتکب جرم شدند. عبارت سرقت اولی در ایران امروز جا افتاده. من اولین بارم بود سرقت کردم، اونم به خاطر نیاز مبرم مالی که داشتم. تابعی از شرایط روز. سید حجاریان میگوید در وضعیت فعلی زمان به ضرر کشور است، اما جمهوری اسلامی به نظر تقریبا همه گشایش از انسداد سیاسی موجود را به زمان گره زده. کمتر از 3 ماه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، شاید از این ستون به آن ستون فرجی شود. به اعتقاد من آمریکا در تمام این طرح‌ها ناموفق خواهد بود تا پایان این دورش. این حکومت از روز اول شکست خورد و حالا روش نمیشه بگه من مسیر اشتباه رو انتخاب کردم. میگه اگر من انتخاب شدم بلافاصله با ایران به مصالحه میرسم. اگر راست میگید شما اگر انتخاب بشید میخواید با ایران مسائل رو حل بکنید، چرا امروز علیه ملت ایران، همین امروز دارید دشمنی میکنید؟ سیاستمداران، حاکمان و تصمیم گیران جمهوری اسلامی فعلا به دنبال راه برون رفت از بن‌بست سخت امروز، حتی در جایی خارج از ایران. شرایط سختی است. مرصاد کوهنروز، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره علیرضا نامور حقیقی، سنگر مسائل سیاسی ایران، از تورنتوی کانادا با ماست، و امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه آقایان. آقای نامور حقیقی، با شما شروع بکنیم. آقای حجاریان در بخشی از مقالهشون گفتند که اصلاح طلبی در وضعیت بن‌بست و آچمز قرار گرفته، همزمان امکان رخ دادن انقلاب مخملی و کلاسیک هم در ایران تقریبا غیر ممکنه. راه کرد برون رفت از این بن‌بست چیه؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای صوفیا مهر. ببینید آقای حجاریان چالش هایی رو مطرح کرده، البته همه چالش ها رو بنا به مقتضیات موقعیتی نتونسته مطرح کنه، مثل چالش بحران جانشینی که تغییرات در ملک قدرت اتفاق افتاده و همچنین مسئله غنی‌سازی که $2 تریلیون روی اقتصاد ایران فشار آورده. تا الان راه حلی که ایشون ارائه داده این هست که استاد طلبی آچمز شده، موقعیت اجتماعیش تضعیف شده، ولی باید خودش رو بازسازی کنه. این بازسازی رو در 4 تا مسئله انجام میده که در حقیقت گشایش جدیدی رو، راه گشایش جدیدی رو برای استاد طلبی روشون میده. یکیش اولا رابطه داخل و خارج. در گذشته استاد طلبان چپ مثل آقای حجاریان خیلی به مسئله مذاکره با آمریکا و اهمیتش در تغییرات داخلی توجه نداشتن. یه مثال من میزنم، آقای عباس عبدی و آقای بیروزین در مرداد 1377، یعنی حدود 22 سال پیش با هم مذاکره کردند. اولین بار بود در تاریخ که گروگان و گروگانی با هم مذاکره می‌کردند و در مورد اینکه چطوری می‌تونیم افق‌های رابطه ایران و آمریکا رو تنظیم کنیم. اون موقع به جز آقای عبدی هیچ کدوم از اصلاح طلبها حاضر نشدند از این حرکت حمایت کنند، برای اینکه اون میتونست بحران گروگانگیری که در چالش میان ایران و آمریکا بود حل کنه. یعنی این توجه رو نداشتن مسئله خارجی. یعنی اصلاح طلبها خارج از قدرت به طور مستقل با خارج از کشور مذاکره. اصلا توجه اینی که
اگر شما مسئله خارجی رو توجه نکنید این میتونه در رادیکال شدن بلوک قدرت تاثیر بذاره، مثل غنی سازی. خب این راه طلبا... اول اگر که بله دوم اجازه بدید همین توضیح بدم، مثل غنی سازی توجه نداشتن که میتونه چه ضرباتی برای توسعه سیاسی داخلی به دست بیاره. دوم مسئله ارتباط توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی، این رو هم کمتر توجه میکردن. آقای عجلیان داره میگه توسعه اقتصادی هم میتونه تأثیر بذاره در توسعه سیاسی و این خب از طریق حضور در بلوک قدرت میتونه انجام بده. در حوزه شارم میگه در حوزه توسعه سیاسی استاد طلبا، یعنی در حقیقت ایشون استاد طلب رادیکال رو نقد میکنه، میگه باید دو تا راه حل پیدا کنن، هم بتونن به خاطر اینکه دولت نفتیه، انقلابیه، دینیه، پس زمینه جنگ داره، بسیار قدرتمنده، باید هم وارد بلوک قدرت بشن، هم در این حال بتونن در جامعه مدنی کار کنن. بدون حضور در بلوک قدرت معتقده که شما نمیتونید بسیاری از اصلاحات رو، به خصوص اصلاحات ساختاری رو انجام بدید. نمونهش هم اقداماتی که آقای خاتمی انجام داده در 8 سال گذشت که موفق‌ترین دوره اداره کشور بوده در طول تاریخ. و از همه مهمتر مسئله این که انواع اصلاحاتی که هست مثل ظروف مرتبطه میتونه تاثیر بذاره، اصلاحات دینی، اصلاحات گفتار سیاسی، اینا میتونه تاثیر بذاره. و راه حلی که ارائه میده ایشون این هست که در حوزه داخلی که گفتم، در حوزه خارجی استاد طلبا بتونن یه پلتفرم، یه رودمپی، یه نقشه راهی برای حل منازعات در مسئله هسته‌ای، حل منازعه با آمریکا و بحران منطقه‌ای تنظیم کنن و بتونن اون رو به عنوان یک دیسکورس، یک گفتار سیاسی در افکار عمومی مطرح کنن و حل کنن. به جز این ببینید مسئله اینه، چون آلترناتیف های مخالف هیچ راه حلی ندارن، همه راه حلاشون بدون چشمنداز، بدون افقه و با توجه به اینکه هیچ نیرویی هم ندارن در داخل که بسیج کنن، راه حلای دیگه همشون منجر یا به جنگ میشه یا به آشوب میشه و در نهایت هم انقلاب هم حتی اگر بشه به همین تبعات رو برو خواهد شد که انقلاب 57 بشه. بله آقای صوفیا مهر، شما فکر میکنید که آلترناتیف های دیگه راه حلی ندارن برای تاثیرگذاری؟ ببینید از 20 سال پیش اصلاح طلبان تبلیغ کردن که شما اگه بخواید جلوی فروپاشی نظام رو بگیرید دست به اصلاحات بزنید، بدون اینکه به سرشت واقعی جمهوری اسلامی اشاره بکنن. ببینید اینجوری نیست، جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بهتر از اصلاح طلبا و بهتر از حجاریان میدونه که کوچکترین اصلاح در این ساختار صلب و ستبر اگه انجام بده کل سیستم فرو میریزه. از این نظر آقای خامنه‌ای اتفاقا فهم درستری از روابط قدرت داره تا آقای حجاریانی که دور از قدرته. ببینید این اصلاح طلب ها از 20 سال پیش به ما میگن که ما یه چسب زخم داریم و یه بیمار داریم و به اصطلاح اون سرشت بیماری رو به شما نمیگن، میگن که شما از این 20 سال پیش بیاین این چسب و زخم روی بیمار بزنید، به هر حال یه روزی خوب میشه. اگر دست به درمانهای متناسب و به اصطلاح عمیق‌تر و خطرناک‌تر و پر ریسک‌تر بزنید همه چی از بین میره، در صورت که همه چی از بین رفت. من صحبت شما رو قطع نکردم. خب بفرمایید. لطفاً ادب داشته باشید. بفرمایید آقای صوفیان. مناظرت همین گفتار دیگه، بفرمایید. شما اگه میخواین مونولوگ داشته باشید من وقت خودم رو در اختیار شما میذارم. حالا به حال استفاده کنیم از وقتمون آقای صوفی عامر. و الان مردم به این نتیجه رسیدن، این بیماری که اصلاح طلبها ازش صحبت نمیکنن یک سرطانی که وارد فازای خطرناک شده و با این کسب زخم عفونتزا و نخنما شده دیگه این سلولهای سرطانی رو نمیشه دوا کرد. مردم به این نتیجه رسیدن سرطانی که جمهوری اسلامی بر ایران عارض کرده باید کنده بشه با حداقل هزینه. و این که مردم رو از شیمی درمانی بترسونیم، بله شاید شیمی درمانی در حالت عادی یک درمان ترسناکی باشه، ولی برای بیمار سرطانی یک درمان متناسب و ضروریه. ببینید نقطه عزیمت ما نباید چسب زخم باشه، نقطه عزیمت خب ما باید شیمی درمانی چه شکلیه؟ شیمی درمانی اول اینکه ما اون توهم و چسب و زخم رو بزنیم کنار و 20 سال به مردم دروغ نگیم، مردم فریبی و خود فریبی نکنیم و جامعه رو بسیج بکنیم، بگیم که انقلاب لزوماً امری ترسناک نیست. انقلاب 57 فوق‌العاده ترسناکه به خاطر که مردمی سودا زده
و جاهل اومدن یه حکومتی که رو به توسعه بود و برانداختن. اما هر انقلابی اگر با غایات درست، اگر بر مبنای نظریه درست، اگر با شیوه های درستی انجام بشه، اتفاقا میتونه سرطان جمهوری اسلامی رو درمان کنه. بله آقای نامور حقیقی، شنیدید که به هر حال هم بسیاری در جامعه امروز ایران معتقدند که جمهوری اسلامی اصلا اصلاح پذیر نیست، پذیرش اصلاحات از جانب بدنه سخت حاکمیت باید فراموش بشه. ببینید آقای سوپیان، من تعجب میکنم میگم پژوهشگر فلسفه سیاسی، در سیاست هیچ سرشت واقعی نداریم، سیاست ذاتی نداره، سیاست کاملا با تنظیم بازیگران توی قدرت میتونه تغییر کنه، هر عنصری در داخل و خارج میتونه تغییرات در اجتماع ایجاد کنه. این یه نکته. نکته دوم، تنظیم به لازم متدولوژی، این متدولوژی رابطه بدن و سیاست یکی از متدهای قدیمی است، اصلا دینامیک و پیچیدگی روابط داخل خارج رو اصلا نشون نمیده. من نمیدونم این ایشون به عنوان پژوهشگر فلسفه چجوری از همچین روش استفاده میکنه که اصلا جواب میده مسئله ایران. این نکته دوم. نکته سوم، ببینید راه حل ایشون راه حل انقلابه. خیلی خوب، ما 5 راه حل برای تغییرات نظام داریم: انقلاب، کودتا، جنگ، فروپاشی، اصلاحات. ایشون راه حل انقلاب انتخاب کرده. خیلی خوب، باز من تعجب میکنم. انقلاب شرایط عینی و ذهنی میخواد برادر. شما انقلاب نیروی میخواد در داخل که توان بسیج این سازماندهی داشته باشه. کدام نیروی هست علاوه بر علم سیاست، اپوزیسیونی که میتونه رفتارش بسیج کنه، رفتار حاکمیت رو تحت تاثیر قرار بده؟ شما نشون بدید این کجا وجود داره. اگه شما رهبری وجود نداره، سازمانی وجود نداره و گفتاری وجود نداره، شما گفتاری که میگید میتونه مسائل ایران حل کنه، به من بگید چه گفتاریه. یعنی از لحاظ حل مسائل و منازعات چجوری میتونه حل کنه؟ لیست رویاهاتون رو من نفروشید. منم بلدم، من خودم این کارم، میتونم کلی از این رویاهای قشنگ بدم. اینی که شما در سال 57 همین رویاها رو میفروختن به مردم، میگفتن آقا پول نفت هست، خونه مجانیه، نمیدونم پول وقف رو بدید ما مملکت رو آباد میکنیم، از همین رویاها بود جامعه بسیج شد. الزامی نداره این رویاهایی که میگید منجر به نتیجه بشه. مضافم بر این که در سال 57 قدرت آمادگی دفاع از خودش نداد، الان فرق میکنه. الان 1% این جامعه اگه طرفدار حکومت باشه 800,000 تا، اگه 800,000 تا آدم پایه‌کار آماده باشه از این حکومت دفاع کنه، چه قدرتی میخواد اینا رو تغییر بده که منجر به خشونت و هزینه نشه؟ شما من بگید اینو چطور، در کجا اتفاق افتاده که ایران دومیش باشه؟ این نکته بعدی. نکته سوم، آقای سوفیامر توجه نمیکنن. انقلاب در ایران روشی است که جواب نمیده، نه در ایران، در هیچ، جواب نمیده، برای اینکه هزینه های گزافی در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی ایجاد میکنه و در حوزه امنیتی، که یه نمونهش همین هست. ببینید شما جنگ عراق رو نادیده میگیرید، هر کشوری که وارد انقلاب میشه، به خصوص کشوری مثل ایران که تهدیدات امنیتی فوق‌العاده دور برش هستن، هر حکومت انقلاب حکومت نظم پیشین رو نابود میکنه و تا تنظیم بکنه قدرتش رو، این فرصتی است که جنگ خارجی صورت میگیره. شما انقلاب شوروی نگاه، بنابراین در مورد انقلاب 57 هم نگاه کنی، ایرانیا فکر نمیکردن اگر شاه رو بندازن ممکنه عراق حمله کنه. همین جنگ عراق ببینید چه هزینه‌های سنگین رو برای این کشور تامین کرد. آقای سوفیامر، شنیدید صحبت های آقای نامور حقیقی رو؟ ایشون میفرمایند که نه تنها انقلاب جواب نمیده، من میخوام اضافه بکنم صحبت های آقای حجاریان که معتقدن اصلا جامعه مدنی ایران امروز انقدر ضعیفه و مردم انقدر فرسوده هستند که اساسا میل به خروج از منزل ندارن، چه برسه به خروج از حاکمیت. یعنی شما اصلا جامعه امروز ایران رو آماده انقلاب می ببینید؟ اینکه ایشون میگن که فلسفه سیاسی نخوندن، پس نشون میده که صلاحیت قضاوت در این مورد ندارن، پس بهتر اصلا موضوعیتی نداره صلاحیت ایشون در این باره. اجازه بدین بحث رو شخصی نکنیم، بحث رو جامعه تر نگردیم. در مورد سرشت جمهوری اسلامی، منظور از سرشت اون ذاتگرایی، اون خرافات سیاسی که اصلاح طلبان 20 سال به جامعه تزریق کردن نیست. منظور از سرشت یک سری ویژگی‌های پایدار و تداوم داره که در سیاست خارج، در سیاست ایران وجود داره. یکی دخالت سپاه در سیاست خارجی، یکی دخالت سپاه در اقتصاد، یکی عدم ادغام سپاه در ارتش، یکی فقدان استقلال سیاسی. منظور از سرشت جمهوری اسلامی اینا، منظور شهادت طلبیه، منظور حکومت فاشیستیه که خودشو ملاک حقیقت میدونه و هر چیزی خارج از حقیقت مطرود میدونه. ببینید این حکومت ها هیچ موقع اصلاح نمیشن.
حرف از اصلاح حکومت زدن بسیار خیال اندیشانه است، بسیار مردم فریبان است. هیچ حکومت فاشیستی در دنیا وجود نداشته که اصلاح شده و جمهوری اسلامی حکومت فاشیستیه و شما نمیتونید اونو اصلاح بکنید. ببینید احتمال این که جمهوری اسلامی به اصطلاح اصلاح بشه از احتمال این که من و شما امروز 5 میلیارد دلار توی یک بلیت بخت ما آزمایی بریم، این احتمالش خیلی کمتره. چقدر احتمال انقلاب هست؟ بله در مورد انقلاب نه، لزوما اینجوری نیست. هر انقلابی بد، انقلاب آمریکا خوب بود، انقلاب‌های مخملی در جنگ استقلال بود. نه چقدر احتمالش هست؟ چقدر اصلا شدنی هست آقای سفیان؟ ببینید مسئله بر سر همون ضرورته، اینی که ما به عنوان ایرانیان اولا درد و بیماری رو آیا درست درک کردیم یا نه، بر اساس اون باید درمان به وجود بیاد. اگر ما باید این البته اپوزیسیون خارج از کشور باید صندوق مالی ایجاد بکنه، باید نفوذ در دانشگاه ها داشته باشه، باید این گفتمان رو تنظیم بکنه. مردم در درون ایران باید در روحیه شهامت و فداکاری بدمن و سینه در برابر جلاد جمهوری اسلامی سپر بکنن. چرا؟ اینکه اگر که ما این کار رو نکنیم، این سرطان جمهوری اسلامی روز به روز تمام وجود ایران میگیره و کار از کار گذشته که دیگه نمیشه کار کرد. در مورد این که ایشون میگن در سیاست تا ایشون برن ماکیاولی رو بخونن که ببینن رابطه بین بدن و بیماری رو چجوری در سیاست ایشون دخالت میکنه. من متاسفم برای کسی که ماکیاولی رو نخونده، دم از سیاست دانی. خواهش کنم که بحث رو شخصی نکنیم آقای نامور حقیقی. جمع بندی نهاییتون رو لطفاً ای کوتاه. ببینید من خیلی متاسفم آقای سفیان مهر میگن مردم سینه سپر کنن در جلوی حکومت گوله بخورن کار انقلاب پیش ببرن. خب برادر یه علاز اخلاقی درسته، شما خودت باید بری ایران این کار انجام بدی، ملت هم میان پشت سرت. شما نمیتونید اینجا به آدما بگید دور این کار بکن بدون اینکه خودتون هزینه بدید. نکته اول. نکته دوم، ببینید 40 سال از این شعارا داده میشه، از روز 57 شما سال 60 مجاهدین خرد جنگ مسلح شدن، تئوریشون تئوری انقلاب بود و نتونستن کار پیش ببرن. ببینید تو انقلاب یک زمینه‌های عینی و عملی میخواد. اینا ایشون همه بحث انقلاب رو با اگر و آنگاه مطرح کردن. بله منم میدونم، منم گفتم شما الان میتونید 2 میلیون آدم بسیج کنید تو خیابون، منم میگم برو انقلاب کن، ولی شما توان بسیج کردن نداری، شما حتی دیسکورس سیاسی نداری که نخبگان جامعه. شما الان تزی که معتقدی در مورد تغییر، ببینید نخبگان سیاسی داخل چقدر از تز شما حمایت میکنن، همه اساتید دانشگاه، فعالین سیاسی در داخل. این نکته دوم. نکته سوم، ببینید همه راه حل‌ها هزینه داره و هیچ راه حل کامل نیست در سیاست. ایران با یک مشکلات مواجه شده که مربوط به اینکه همین که ایشون میگه در سال 57 خیلی با یه رویاهایی وارد یک انقلابی شدن که متوجه شدن اون رویاها نه تنها تحقق نشده، در خیلی موارد به ضدش مؤثر شده و در این حال نخواستن راه اصلاحات رو پیش بگیرن. الان هم همین چیزایی که ایشون میگه، شما اگر توان گفتارسازی، راه حل خروج نداشته باشی که جامعه قبول کنه، اینا رو راه حل انقلابی میگن، پر از هزینه است، هزینه‌ش هم مردم میدن. شما نمیتونید مردم تشویق کنید. آقای سفیان مهر، آقای نامور حقیقی 1.5 دقیقه برای جمع‌بندی داشتن، شما هم لطفاً اگر در 1.5 دقیقه جمع‌بندی کنید. ببینید اینه که ما نمیتونیم، راه حلای اصلاح طلبانه خیال اندیشان است، اونم خیال اندیشان. شما چجوری میتونید بسیج عمومی به وجود بیارید وقتی که مردم میگن که هم اصلاحات هم اصولگرایی به پایان رسیده؟ شما هم نمیتونید بسیج عمومی به وجود بیارید، شما هم نمیتونید در قدرت مشارکت. تمام حرف حجاریان همینه، میگه که ما نمیتونیم به قدرت و در قدرت مشارکتی داشته باشیم، از سوی جامعه هم نفی شدیم، رد شدیم. از این نظرم خیال اندیشه. اینه که در جمهوری اسلامی در تن به اصلاحات نمیده و تن به فروپاش یا بسا کنار نمیره که اینا همه میدونن، اینو که ملزم. ولی شما دیگه چون که حکومت اسلامی کنار نمیره نگید پس بنابراین اصلاحات به بهترین راهه. مثل این میمونه من و شما صبح زحمت بیدار شدن از خوابو ندیم به خودمون و بریم بلیت بخت آزمایی بخریم به این امیده که یه روزی میلیونر یا میلیاردر بشیم که بگیم این هزینه‌اش کمتره. خب بله در روی کاغذ این هزینه‌اش کمتره، ولی در عمل نه. اصلاحات 8 سال نشین داده چیکار کرد؟ ما رو فقیرتر میکنه، ما رو فقیرتر میکنه. اصلاحات هم همینجوره. شما تا فردا تا 100 سال دیگه هم بگو که اصلاحات خوبه، اصلاحات فلان، اصلاحات کم هزینه است، بله روی کاغذ بله، ولی در عمل اون بیماری سرطان جمهوری اسلامی وجود فرهنگ و تاریخ و
و همه وجود ایران رو داره میبله. شما برای این چه راه حلی دارید؟ با چسب و زخم آقایون. ممنونم، متاسفانه فرصتمون تموم شده متاسفانه. امین صوفی‌آمر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و علیرضا نامور حقیقی، ترگر مسائل سیاسی. ممنون از شما. لبنان کشوری با تنوع قومی و مذهبی است. بیشتر مدیران دولتی بر اساس تعلقشان به گروه‌های مختلف انتخاب می‌شوند و نه بر اساس توانایی‌شان. بسیاری بحران‌های فعلی لبنان را نتیجه بی‌لیاقتی و فساد مقامات و دخالت قدرت‌های خارجی در این کشور می‌دانند. حالا شیوع ویروس کرونا و انفجار ویرانگر اخیر در بیروت هم به آن اضافه شده. جیار گل نگاهی کرده به اثرات این انفجار بر زندگی مردم این شهر. زمانی عروس خاورمیانه خوانده میشد. نواهای بیروت گوشنواز، منظرهش چشم نواز، با مردمانی مهمان نواز. لبنان کشوری کوچک با مذاهب و آیین‌های فراوان، اما هنوز زخم جنگ‌های قومی و مذهبی بر پیکر بیروت، پایتخت 2 میلیونی این کشور، پیداست. فساد رهبران سیاسی، تورم و بیکاری آفتی برای شهروندان این کشور شده است. اگر ویروس کرونا کم نبود، این هم به آن اضافه شد. در عرض چند ثانیه ده ها نفر به کام مرگ کشیده شدند و صد ها نفر زخمی و ده ها هزار نفر بی سرپناه. بیروتی ها آن را هیروشیمای لبنان می خوانند. این داستان یک انفجار است. انفجاری که کوچه و خیابان های شهر را در هم نوردید و داستان شهروندانی که در لحظه ای زندگیشان دگرگون شد. در 14 مرداد اینجا در یکی از انبارهای بندر بیروت آتش سوزی شروع شد. بسیاری شهروندان این شهر خبر نداشتند در یکی از انبارها نزدیک به 3000 تن نیترات آمونیوم بدون رعایت اصول ایمنی انبار شده است. این انفجار به حدی شدید بود. در دور دست ها در قبرس لرزه های آن حس شد. موج انفجار کشتی ها و قایق ها را واژگون کرد. سیلوی قلعه بیروت که آذوقه لبنان را تأمین می کرد نابود شد. بیمارستان سنت جورجز در نزدیکی محل انفجار است. در بخش زایمان زنی باردار به نام امانوئل نیسر در آستانه وزن حمل بود. شوهرش لحظات تولد فرزندش را فیلم برداری می کرد. ناگهان سقف فرو ریخت. نگران بودم آوار به همسرم خورده باشه و بچه‌م صدمه دیده باشه. اون از تخت افتاده بود پایین. تلاش کردم او رو اول بکشم بیرون، تخت رو به بیرون هل دادم، بعد به پزشکا و پرستارا کمک کردم تا بلند شم. معجزه آسا، مادر و نوزاد بدون صدمه جان سالم به در بردن. بر سراسر شهر لحظات جشن و شادی به ماتم و وحشت مبدل شد. اسرا سویلانی پزشک است. برای عروسی با نامزدش از آمریکا به لبنان آمده بود. شوکه شده بودم. میپرسیدم چی شد؟ میمیرم؟ چطوری میمیرم؟ برای این روز 2 هفته برنامه ریزی کرده بودم. مثل همه دخترها برای پوشیدن لباس سفید خیلی خوشحال بودم. میدونستم پدر و مادرم با دیدن من در لباس سفید خوشحال خواهند شد. اون روز مثل شاهزاده خواهم بود. مریم تومی گزارشگر بی بی سی عربی است. او هم آن هنگام از طریق اینترنت مشغول مصاحبه بود. آه.
مریم جان سالم به در برد، اما بسیاری مثل او خوششانس نبودند. رومی زاکر از نزدیک موج انفجار را حس کرد. وقتی به بیمارستان رسیدیم، صحنه مثل فیلم بود. متوجه شدم من شانس بهتری داشتم. با چشم خودم دیدم بعضی ها چشماشون رو از دست داده بودند. بارها مردم لبنان از خاکستر جنگ به اشغال بیگانگان سر بلند کردند. طب بشرف کن فی اقوى من الشعب اللبناني. مردی که از این خودرو فیلم برداری میکند میگوید این نشانی از استقامت و مقاومت آنهاست. اما بسیاری یکی از دلایل ناکارآمدی دولت‌های لبنان را قدرت گرفتن حزب الله می‌دانند، گروهی شیعه که از طرف ایران حمایت می‌شود. فوق رئیس جمهوریه امین عام حزب الله، بالاتر از رئیس جمهوری دبیر کل حزب الله، بالاتر از رئیس مجلس دبیر کل حزب الله، بالاتر از حسن دیاب دبیر کل حزب الله. پس ایران اصله. اول به عنوان لبنانی حسن نصرالله باید محاکمه بشه و بعد از اون خامنه ای. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی لبنان گزارش داده که به نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور دو هفته پیش از انفجار درباره خطرات نیترات آمونیوم انبار شده هشدار داده شده بود. اکنون دولت لبنان استعفا داده. این کشور در چندین جبهه با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبروست. بسیاری از منتقدان این خرابی‌ها را سند فساد سیستم سیاسی لبنان می‌خوانند. ژیار گل، بی بی سی. انتخاب کامالا هریس به عنوان معاون جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش‌های زیادی داشته. چهره‌های سرشناس حزب دموکرات از انتخاب او استقبال کردند، از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری سابق که گفته این روز خوبی برای آمریکا است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رقیب جو بایدن در انتخابات گفته خانم هریس یک ریاکار است که اصول خودش را زیر پا گذاشته. خشایار جانیدی گزارش می‌دهد. انتظار به سر رسید. جو بایدن بالاخره شریک انتخاباتی خود را معرفی کرد. کاملا هریس، سناتور دموکرات و دادستان کل پیشین کالیفرنیا. حالا نخستین بار یک زن سیاه پوست یار انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری یک حزب عمده در آمریکا است. جو بایدن با اعلام این انتخاب در توییتر خانم هریس را مدافع شجاع افراد ضعیف جامعه دانست. اما این انتخاب واکنش سری و صریح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به همراه داشت. یکی از دلایل تعجب من از انتخاب او این بود که رفتارش با بایدن زننده تر از سناتور وارن بود. او در مناظره های مقدماتی دموکرات ها چیزهای وحشتناکی درباره جو خوابالو بیان کرد. دونالد ترامپ پیش از این سخنان ویدیویی را در توییتر منتشر کرد که آقای بایدن را کنزه و خانم هریس را متقلب می‌نامید. به گفته او آنها می‌خواهند آمریکا را تقدیم چپ‌گرایان افراطی کنند. کاملا هریس که حقوق خوانده 56 سال پیش در کالیفرنیا به دنیا آمد. مادرش یک سرطان شناس مهاجر از هند بود و پدرش که در دانشگاه اقتصاد درس می‌داد از جامائیکا به آمریکا آمده بود. او در فاصله سال‌های 2004 تا 2016 دادستان شهر سان فرانسیسکو و سپس دادستان کل ایالت کالیفرنیا بود. کاملا هریس در سال 2017 به عنوان نماینده دموکرات به مجلس سنا راه یافت و سال گذشته نیز یکی از داوطلبان نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری بود. سناتور هریس در مناظره‌های انتخاباتی حضوری پررنگ داشت. حملات تند کاملا هریس علیه جو بایدن به خاطر حمایتش در سال‌های دور از سناتورهای متهم به نژادپرستی و بعضی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال دانش آموزان آفریقایی تبار مورد توجه قرار گرفت.
اما او پیش از برگزاری رقابت‌های مقدماتی انصراف داد و در نهایت حمایتش را از نامزدی جو بایدن اعلام کرد. نامزدی معاونت ریاست جمهوری دموکرات‌ها در انتخابات امسال از یک جهت نسبت به دوره‌های قبل اهمیت بیشتری دارد و آن سن آقای بایدن است که در صورت پیروزی با 78 سال سن مسن‌ترین فردی است که به ریاست جمهوری آمریکا رسیده و شریک انتخاباتیش باید فردی باشد که به لحاظ تجربه از آمادگی جانشینی او در هر لحظه برخوردار باشد. جو بایدن قبلاً وعده داده بود یک زن را به عنوان یار انتخاباتی خود انتخاب کند و ناآرامی‌های نژادی ماه‌های اخیر انتخاب یکی از اعضای اقلیت‌های نژادی را در اولویت قرار می‌داد. به خاطر مسئله کشته شدن آقای جورج فلوید در ایالت مینسوتا، گروه‌های اقلیت، علل خصوص گروه‌های سیاه‌پوست‌ها بر این باور هستند که باید یک شخصی باشه که مشکلات و معضلاتی که جامعه برای اونها به وجود میاره رو درک بکنه و بتونه اونها رو به سرمنزل مقصود برسونه. کاملا هریس مانند جو بایدن بیشتر به جناح میانه روی حزب دموکرات تمایل دارد، هرچند در زمینه ی بیمه های بهداشتی در ابتدا سیاستش به برنی سندرز و طیف چپ حزب متمایل بود. سیاست های اعلام شده اش او را فردی حامی عدالت اجتماعی و مدافع حقوق زنان و اقلیت ها معرفی می کند. خانم هریس همچنین منتقد سیاست های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و مخالف منع سفر شهروندان کشورهای عمدتاً اسلامی از جمله ایران است. سناتور هریس همچنین از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرده و خواهان برگشت به آن است، ولی همزمان خواهان اصلاح توافق هسته‌ای با هدف تشدید نظارت‌ها و منع آزمایش‌های موشک‌های بالستیک است. او همزمان بر حمایت تمام قد آمریکا از اسرائیل در برابر ایران و حزب الله لبنان تاکید دارد. کاملا هریس نخستین زنی نیست که نامزد معاونت ریاست جمهوری در آمریکا می شود. جرالدین فرارو و سارا پیلین به ترتیب در انتخابات سالهای 1984 و 2008 شکست خوردند. اما اگر خانم هریس به همراه آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا کند، به نظر می رسد مسیرش برای رسیدن به ریاست جمهوری هموارتر از دیگر زنان سیاستمدار در آمریکا باشد. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. اما فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در تصمیمی مشترک همه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 در قاره آسیا رو تا سال 2021 عقب انداختند. قبلا قرار بود بازی‌های عقب افتاده یه دور اول انتخابی آسیا اوایل پاییز برگزار بشه. ایران که برای صعود به دور بعدی شرایط مناسبی نداره و در گروهش سومه، چهار بازی مقابل عراق، بحرین، ویتنام و کامبوج داره و قرار بود در همه بازی‌ها غیر از بازی با کامبوج میزبان باشه. تاجیکستان و افغانستان هم هر کدوم باید سه مسابقه دیگه در این دور برگزار بکنند. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما در استودیو با ما پیوسته. پوریا، با توجه به اینکه بازی‌های المپیک به خاطر کرونا عقب افتاد، ممکنه جام جهانی 2022 به کل عقب بیفته یا شاید اصلا لغو شه؟ فکر نمی‌کنم، مگه اینکه کل شرایط فوتبال دنیا و فیفا عوض بشه. کلا میشه گفتش که در این لحظه که داریم صحبت میکنیم، حیات فیفا به برگزاری این جام جهانی 2022 وابسته است. همه منتظرن پولی که بابت حق پخش تلویزیونی که اکثر پولی هستش که از جام جهانی فوتبال مردان در میاره، فیفا این رو بیاد تحویل بگیره که پروژه ها جلو برن، وگرنه دیگه هیچ اتفاقی نمیفته و فیفا یک سازمان ورشکسته خواهد شد. 90% تمامی هزینه ها، کسایی که دارن تو فیفا کار میکنن، جام جهانی زنان،
برای داوران جام‌های جهانی پایه زیر 17 سال، زیر 20 سال، فوتبال زنان کلاً، همه اینها برمیگرده به اون پول اصلی که از جام جهانی مردان هر 4 سال یک بار منبع درآمد اصلی فیفا است. و با توجه به اینکه برای اولین باره که جام جهانی توی قطر داره برگزار میشه و در زمستون برگزار میشه، مثل المپیک نیستش که بگیم که تابستون سال آینده. آره تو هوای قطر هلاک میشن بازیکن‌ها بخوان بازیکنن وسط تابستون. یعنی که کل فوتبال دنیا داره، یعنی برنامه خودش اومد عوض کرد که این جام جهانی به خصوص رو بخواد اجرا بکنه. بنابراین اگر که توی زمستون نباشه، زمستون بعدی جایی براش نیست و الان میدونیم که به خاطر وقفه که تو مسابقه ایجاد شده چقدر برنامه مسابقه فشرده است و تو تابستون هم حتی نمیشه برگزار کرد. ولی حالا با توجه به اینکه بازی‌های انتخابی داره عقب میفته، یا فرصت کافی هست که بتونن اصلا جام جهانی رو برگزار کنن؟ سوال خیلی خوبی کردی. الان تو این لحظه داریم صحبت می‌کنیم، از تعداد بازی‌هایی که انتخابی که وجود دارن فقط 15% برگزار شده، 85% بازی‌ها باقی موندن. پس بنابراین با این فرمت فعلی امکان نداره که بشه مسابقه ها رو برگزار کرد. کار بسیار سختیه، مگه اینکه بگن که مسابقه های باشگاهی برگزار نمی‌کنیم تو خیلی از کشورها. یه عالمه فیفا ده اینجا از بین رفته، فرصت سوخته شده، فرصت کمی هستش که بخوان 31 تیم رو انتخاب بکنن بفرستن به قطر. باید یه چیزی عوض بشه اینجا. تازه احتمال ویروس کرونا بودنش تا موقع هم هست، یعنی کماکان 2021 هم لزوما قطعی نیست امکان انجام این بازی‌های انتخابی. درسته؟ درسته. تنها حالتی که وجود داره همون اتفاقی که واسه لیگ قهرمانان افتاده، همون اتفاقی که از امشب توی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میفته تا یه حدود نیم ساعت دیگه، اینه که بازی‌ها توی دور بعدی به صورت متمرکز برگزار بشن. الان حالا این دوری که گذشته رو دیگه کارش نمیشه کرد. فقط بخوام راجع به مثال ایران بگم که چه اتفاقی برای ایران میفته. خب ایران 3 بازی خونگی داره از 4 بازی آخرش و خیلی دوست دارن که از این امتیاز خونگی بتونن استفاده بکنن که بخوان جبران بکنن و ممکنه که بگن که بیایم متمرکز در ایران بازی بکنیم، ولی که مشکل اینجاست که کرونا در ایران بیداد میکنه و طبق پروتکل های فیفا عراق و بحرین خیلی راحت میتونن اعتراض بکنن و به ایران نیان. متشکرم پوریا ژافره در استودیو با ما. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید. We'll be right back.